این هم چند خبر از دنیای ورزش. ملی پوشان کرکت افغانستان در لیگ بنگلادش حضور می‌یابند. تعدادی از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به منظور اشتراک در لیگ کرکت بنگلادش که قرار است شنبه 4 نوامبر آغاز گردد به آن کشور سفر کردند. آقای انفنتینو در این نامه که از طریق فدراسیون فوتبال افغانستان به تیم شاهین آسمایی فرستاده شد گفته است قهرمانی شاهین آسمایی در لیگ برتر افغانستان برای 4 بار برای هم خرسندی می دهد و افزود این قهرمانی نتیجه تعهد هر فرد است که در این روند شامل بودند. می خواهم این پیروزی را به بازیکنان، مربی اداره و تمام هواداران تکنیکی و صحی و همچنان هواداران این تیم تبریک بگویم. در پایان این نامه آمده است به نمایندگی از جامعه فوتبال می خواهم از تیم فوتبال شاهین آسمایی و نهاد شما برای ترویج پیام مثبت فوتبال سپاسگزاری کنم. این در حال است که تیم شاهین آسمایی برای 4 بار امسال قهرمان لیگ برتر افغانستان شد. در بازی نهایی این لیگ شاهین آسمایی دمیوند اتلان را 4-3 شکست داد و لقب قهرمانی این سال لیگ برتر را کسب کرد. در بازی نهایی میان این دو تیم پرطرفدار بیش از 10,000 تن از هواداران فوتبال اشتراک کرده بودند. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال قهرمانی شاهین آسمایی را تبریک گفت. گیانی انفنتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در نامه تیم شاهین آسمایی را برای قهرمانی در لیگ برتر امسال مبارکی داد. آقای انفنتینو در این نامه که از طریق فدراسیون فوتبال افغانستان به تیم شاهین آسمایی فرستاده شد گفته است قهرمانی شاهین آسمایی در لیگ برتر افغانستان برای 4 بار برای هم خرسندی می دهد و افزود این قهرمانی نتیجه تعهد هر فرد است که در این روند شامل بودند. می خواهم این پیروزی را به بازیکنان، مربی اداره و تمام هواداران تکنیکی و صحی و همچنان هواداران این تیم تبریک بگویم. در پایان این نامه آمده است به نمایندگی از جامعه فوتبال می خواهم از تیم فوتبال شاهین آسمایی و نهاد شما برای ترویج پیام مثبت فوتبال سپاسگزاری کنم. این در حال است که تیم شاهین آسمایی برای 4 بار امسال قهرمان لیگ برتر افغانستان شد. در بازی نهایی این لیگ شاهین آسمایی دمیوند اتلان را 4-3 شکست داد و لقب قهرمانی این سال لیگ برتر را کسب کرد. در بازی نهایی میان این دو تیم پرطرفدار بیش از 10,000 تن از هواداران فوتبال اشتراک کرده بودند. و رئال مادرید از تاتنهام شکست خورد و دورتموند دوباره متوقف شد. تیم‌های فوتبال تاتنهام و رئال مادرید در دیدار حساس برابر یکدیگر قرار گرفتند که در پایان تیم تاتنهام مدافع قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را مقتدرانه از پیش رو برداشت و در دیگر دیدار دورتموند مقابل نوپائل نیکوزیا متوقف شد. در این بازی که از گروه H رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار شد، تیم تاتنهام با حساب 3-1 رئال مادرید را شکست داد. نیمه نخست این بازی 1-0 به سود تاتنهام همراه شد. دلالی در دقیقه 27 توپ ارسالی از راست را در دهانه دروازه به گل تبدیل کرد. در نیمه دوم تیم رئال مادرید فشار روی دروازه حریف بیشتر کرد، ولی در مقابل تاتنهام زده حملات برقاسا را در دستور کار قرار داد و روی این برنامه دو بار توسط دلالی در دقیقه 56 و کریستیان اریکسون در دقیقه 65 به گل رسید. رئال مادرید که این نتیجه را باور نداشت و میدان را در اختیار گرفت و در دقیقه 80 روی ضربه زمینی و محکم کریستیانو رونالدو در دهانه دروازه حریف به گل رسید، اما نتوانست خود را از این شکست سنگین نجات بدهد. تاتنهام با این برد ارزشمند 10 امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند و رئال مادرید با 7 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. در دیگر بازی تیم دورتموند در مسافه خانگی برابر آپوئل نیکوزیا روند ضعیفی خود را در این فصل ادامه داد.
و برابر این تیم 1-1 متوقف شد. رافائل گوئرو در دقیقه 29 زننده یک گل تیم دورتموند بود. در مقابل پوته در دقیقه 52 برای تیم اپوئل گل زد. شاگردان پیتر بوش با این تساوی 2 امتیازی شدند و در رده سوم باقی ماندند. پایان رویدادهای ورزشی. حال بیننده وضعیت آب و هوایی چند ولایت مشهور کشور باشد. فردا غصنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 11. و سرانجام فردا هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14 درجه سانتیگراد.